ترهای امنیتی و خدماتی در استانهای جنوبی عراق همزمان با تشدید حرکت میلیونی به سمت شهر مقدس کربلا وارد فاز اجرایی شدند این در حالی است که مسئولان بهداشتی نیز در چارچوب اقدامات خود جهت تضمین سلامت زائران در برابر همهگیری کرونا تلاشهای خود را افزایش داده و تیمهای خود را در امتداد راههای محل عبور زائران مستقر کردند سباه الموسوی مدیر بهداشت کربلا در این باره گفت شرایط همگیری کرونا تدوین یک طرح استثنایی را جهت اجرا در طول اربعین حسینی که انتظار می رود میلیون ها زائر در آن شرکت کنند ایجاب می کرد. این طرح از پنج محور تشکیل شده که شامل خدماتی نظیر آگاهی بخشی جهت افزایش آگاهی شهروندان نسبت به خطرات کرونا و شرایط پیشگیری از آن و همچنین خدمات پیشگیرانه جهت نظارت بر آبهای آشامیدنی و مواد غذایی است که شامل خدمات درمانی و استراری در نهادهای بهداشتی نیز می شود. به تشکیل کمیته استراری در بیمارستان جهت پذیرش مسئولیت جنبه های فنی اجرای این طرح به همراه هماهنگی با جمعیت هلال احمر برای مشارکت در ارائه خدمات و همچنین افزایش پوشش بالینی بیمارستان ها اشاره کرد. سلیم کازه مدیر اطلاع رسانی اداره بهداشت کربلا نیز در این باره با اشاره به اینکه این طرح که, که شامل آماده سازی 38 تیم پزشکی 11 بیمارستان دولتی و خصوصی انتقال بیمارستان سیار از زهرا سلام علیها و استقرار آن در محور کربلا نجف استقرار یک کلینیک سیار در مسیر کربلا بابل در کنار افتتاح سالن‌های برای موارد اورژانسی در مراکز بهداشتی در شهر قدیم کربلا می شود بیان کرد بخش عملیات و فریت های پزشکی در وزارت بهداشت با تیم های پزشکی از تخصص های مختلف و آمبولانس ها اداره بهداشت کربلا را تقویت خواهد کرد از سوی دیگر لوعی الیاسری استاندار نجف اشرف نیز روز گذشته در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس پلیس شهر مقدس نجف از اجرایی شدن طرح امنیتی اربعین حسینی با پشتیبانی هنگ از ارتش پلیس فدرال و یک هنگ از نیروهای حفظ نظم که در مرزهای اداری نجف با دیوانیه تا مرزهای استان کربلای معلا مستقر خواهند شد خبر داد فائق الفتلاوی رئیس پلیس شهر مقدس کربلا نیز با اشاره به اجرای عملیات پیش دستانه در محورهای صحرای نجف با مشارکت همه دستگاه های امنیتی و تیپ رزمی امام علی علیه السلام از نیروهای مختلف گفت این عملیات شامل بررسی و تفتیش کامل بیابان نجاف تا مرزهای این شهر با کربلا از سمت شمالی بود و از سمت جنوبی تا مرزهای صحرای السماوه و دیوانیه ادامه داشت وی همچنین بر هماهنگی میان دستگاه های امنیتی کربلا جهت موفقیت طرح امنیتی ویژه اربعین تاکید کرد